مسیح علی نجاد روزنامنگار و فعال حقوق بشر در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان لغو مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در این سازمان شد که قرار است روز پنجشنبه دهم خرداد در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شود او در این نامه نوشت ادای احترام به مقامی که در نقض حقوق بشر دست داشته پیامی عمیقا نگران کننده برای قربانیان وحشیگری رژیم ایران در بر خواهد داشت و تکریم قصاب تهران که نقش به سزایی در ادامهای دست جمعی پس از انقلاب داشت بی احترامی به یاد قربانیان او و توهین به خانواده های آنهاست. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل نیز در واکنش به برگزاری روز یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل متحد چنین اقدامی را تجلیل از اعدام و کشتار جمعی علیه مردم ایران دانست او در پیامی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر شده گفته روز یادبود رئیسی در سازمان ملل به واقع روز گرامی داشته چوبه های دار اعدام و کشتار جمعی علیه مردم ایران است نرگس محمدی در این پیام تاکید کرده وقتی دولت های جهان ناقض فاحش حقوق بشر و جلاد تاریخ سرزمین ایران را که تا روز مرگش ابزار سرکوب یک ملت بود در جایگاهی قرار می دهند که گویی انسانی سلطلب و دموکرات را از دست دادند دیگر نباید انتظار داشت که دیکتاتورها سرکوبگران ناقضان حقوق بشر شکنجهگران و جلادان مرگفرین دیگری در جاهای دیگر جهان سر بر نیابرن. از دیگر منتقدان برگزاری مراسم یاد بود برای ابراهیم رئیسی در سازمان ملل شیرین عبادی است که در روزهای اخیر با انتشار پیامی در اینستاگرام به برگزاری احتمالی این مراسم واکنش نشان داد و نوشت پرونده جمهوری اسلامی سیاهتر و ننگینتر از آن است که بتوان در آن جای و ردی از عدل و انصاف و وجدان یافت و برای مسئولانش یاد بود و بزرگداشت برپا کرد خانم عبادی در این پیام از دبیرکل و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل خواسته ابراهیم رئیسی را آنطور که پس از مرگش جلاد ایران و قصاب تهران در بین مردم شهرت گرفته به رسمیت بشناسند و نهادها و کمیتهایی وابسته به سازمان ملل از جمله کمیته حقیقتی را به سخره نگیرند که پیشتر خشونت و سرکوب جمهوری اسلامی علیه مردم را مصداق جنایت علیه بشریت عنوان کرد. یک دقیقه سکوت در نشست اخیر شورای امنیت و نیمه افراشتن پرچم سازمان ملل متحد برای مرگ رئیسی و همراهانش پیشتر نیز انتقادهای گسترده فعالان مدنی و کاربران فضای مجازی را برانگیخته بود.